آموزش ساخت انیمیشن تایتانیک رو با ابزارهای کاملا رایگان و هوش مصنوعی شروع میکنیم. چند ثانیه از این انیمیشن رو که برای کانال یوتیوب انگلیسیم ساختم رو ببینید. Do you trust me? Then take my hand. Yes, I do. Jack, I'm not sure about this, but it feels so magical. Just let go. Trust the wind. I feel like I'm flying. The wind, it feels so free. I've never felt like this before. I'm the king of the world. Nothing can stop us now. خب برای شروع ساخت انیمیشنمون وارد چت جی پی تی میشیم. من مبنای این آموزش رو بر این گذاشتم که ما می‌خوایم یه انیمیشن بسازیم ولی هیچ ایده‌ای نداریم که شما از 0 تا 100 ساخت انیمیشن رو باش آشنا بشید، هم ایده پردازی بکنید و هر چیزی که لازم دارید رو بهش دسترسی داشته باشید. ببینید، من در ابتدا بهش گفتم 10 تا ایده برای ساخت ویدیو با هوش مصنوعی به من بگو. بلافاصله شروع کرده 10 تا ایده مختلف رو به من گفتن. بعد از اینکه این ایده ها رو خوندم بهش گفتم که 10 تا ایده ساخت فیلم برای ساخت ویدیو با هوش مصنوعی به من بگو. ببینید، با یک کلمه فیلم سوالم رو یه مقداری دقیق تر کردم. بلافاصله شروع کرد 10 تا ایده عالی رو به من داد که هر کدومش میتونه ایده ساخت یه فیلم یا انیمیشن باشه. مثلا فیلم علمی تخیلی درباره آینده تحت سلطه ای آی. دومیش بازسازی فیلم های کلاسیک با تغییر سبک بصری. سومیش فیلمی که شخصیت اصلیش هوش مصنوعی باشه. میبینید هر کدوم از اینا میتونه یه انیمیشن باشه. من از این دومی خیلی خوشم اومد. اومدم پایین‌تر بهش گفتم ایده شماره 2 خوبه و یک صحنه از فیلم تایتانیک رو، اینجا بود که ایده تایتانیک حقیقتاً به ذهن من رسید و گفتم ایده شماره 2 خوبه و یک صحنه از فیلم تایتانیک رو برای ساخت فیلم با هوش مصنوعی بهم بگو که برای مخاطب جذاب و رمانتیک باشه، به خصوص در کشتی. خب میدونید اون قسمت کشتی خیلی، در واقع اون سکانسش خیلی معروف هستش توی فیلم تایتانیک. خب اومده به من در جواب چی گفته؟ گفته ایده فوق‌العاده‌ای، اگر بخوام یک صحنه از فیلم تایتانیک رو بازسازی کنیم و به کمک هوش مصنوعی یک سبک جدید بهش بدیم، بهترین انتخاب میتونه یکی از این دوتا صحنه باشه. خب صحنه اول I am the king of the world هستش، همون صحنه معروف روی کشتی هستش، و صحنه دوم هم صحنه عاشقانه در راهپله کشتیه. خب گفتم به شکل انیمه خوبه، استوری اول میخواستم 3D کارتونش کنم، بعد گفتم نه انیمش میسازم. گفتم به شکل انیمه خوبه، استوری بورد داستان رو برای مدت 30 ثانیه به انگلیسی به من بده. ببینید این روشی رو که الان میخوام بهتون بگم، شما عکس های زیادی بهتون براتون میاد و سکانس های زیادی رو هوش مصنوعی در اختیارتون میذاره با توجه به این استوری بوردی که الان میگیریم، و سعی کنید تایمش رو کم بگیرید، حتی مثلا 30 ثانیه و 1 دقیقه برای ساختن حتی یک انیمیشن 5-6 دقیقه میتونه کافی باشه. خب بلافاصله شروع کرده این استوری بورد این داستان رو همونطور که میبینید به من داده. این اون چیزیه که ما الان بهش نیاز داریم برای ساخت انیمیشنمون و باید این رو به طور کامل، این استوری بورد رو کپی کنیم. خب برای ادامه کار وارد سایت ltx.studio میشیم و این صفحه برای ما میاد یک سایت تخصصی برای ساخت انیمیشن است که فوق‌العاده است و این صفحه‌ای هستش که در همون ابتدا باش مواجه میشید. روی start for free میتونید همینجا همین پایین کلیک بکنید و با اکانت جیمیلتون ساین اپ بکنید و به طور رایگان از این بخواید استفاده کنید. خب بعد از اینکه با اکانت جیمیلتون ساین اپ کردید، این صفحه‌ای که میبینید، برای شروع کارتون باید این دکمه نیو پروژه کلیک بکنید تا وارد صفحه بعد بشید. ببین اینجا دو تا قسمت داریم. قسمت اول زمانی هستش که ما میخوایم اینجا داستانمون رو بسازیم و ایده پردازی بکنیم که الان ما دقیقاً همون کار رو توی چت جی پی تی انجام دادیم. میام قسمت دوم، اینجا جایی هستش که ما داستانمون رو داریم، همونی که الان از چت جی پی تی کپی کردیم. یه دکمه این پایین داریم به نام آپلود تکست که میتونیم فایل‌های ورد، پی دی اف و متنیتون رو هم از اینجا وارد بکنید. تا 12000 کاراکتر هم میتونید اینجا بنویسید. داستانی رو که از چت جی پی تی گرفتیم رو اینجا پیست میکنیم، اون استوری بوردمون رو، کار خاصی نداریم، فقط نکست رو میزنیم، وارد مرحله بعد میشیم. خب همونطور که میبینید با توجه به داستانی که ما بهش دادیم، با توجه به اون استوری بورد، این هوش مصنوعی ltx.studio شروع کرده و کاراکترهای ما رو که جک و روز هست رو در حال ساختنشون هستش و میبینید که اینها چهره انسانی و واقعی رو دارن، ولی ما میخوایم الان انیمیشن بسازیم. خب بعد یه سری تنظیمات انجام بدیم. ببینید این قسمت پروژه نیم هستش که با توجه به اون استوری بوردی که ما دادیم اسمش رو اینجا گذاشته. این قسمت پایین مربوط به سایز ویدیومون هستش که 16:9 سایز یوتیوبی هستش، 1:1 سایز
پست‌های اینستاگرام و 9 در 16 سایز تیک تاک و ریل های اینستاگرام هستش. این قسمت پایین ما ویدیو استایل رو داریم. من روی وی اول کلیک میکنم که شما بهتر ببینید. ببینید الان روی حالت سینماتیک هستش، به خاطر همین هستش که ما به صورت انسانی میبینیم. اشکال مختلف رو اینجا داریم، 3D کارتون هم اینجا هستش، انیمه رو هم داریم. خب من میخوام انیمه بسازم، روش کلیک میکنم و بلافاصله ریجنریت میکنه و شروع میکنه به ساختن انیمه کاراکترهای ما. خب همونطور که میبینید کاراکترهای ما رو ساختش. اینجا هم یه سری تنظیمات داره، من روی ادیت کلیک میکنم. اول این رو توضیح بدم. ببینید اینجا اسم شخصیت ما رو نوشته. این قسمت پایین هم، این دوتا قسمت توضیحات مربوط به کاراکتر ما هستش که رنگ مو، رنگ چش، رنگ لباس، تیشرت، شلوار، کفش، هر چیزی که توی تصویر میبینید اینجا ما میتونیم تغییر بدیم. مثلا ببینید اینجا 20 سالشه، مثلا من این کاراکترمون رو میخوام بکنم مثلا 40 ساله. بلافاصله ریجنریت میکنه و سنش رو بالا میبره و همونطور که میبینید یک کاراکتر 40 ساله رو به من دادش که من نمیخوام از این استفاده بکنم. اگر تغییراتی که اعمال کردید مد نظرتون بود اپلای رو میزنید، در غیر این صورت کنسل رو میزنیم. اینجا هم یه دکمه داریم، اگر روش کلیک بکنیم میتونیم کاراکترمون رو، عکسمون رو از اینجا دانلود بکنیم و ازش استفاده بکنیم. یه دونه حالت ریفرش هم اینجا داره که با کمک این میتونیم ریجنریت بکنیم و یه عکس جدید بسازیم. بچه من این کاراکترها، پرامپت ها و استوری بورد و کلی متریال دیگر رو براتون توی کانال تلگرام هم میذارم، حتما سر بزنید ازش استفاده بکنید. اگر از این کاراکترها میخواید استفاده بکنید، کلی متریال های دیگه مثل موزیکای پس زمینه بدون کپی رایت و چیزهای دیگه که هستش که خیلی به کارتون میاد برای فعالیتتون توی سوشال مدیا. یه دونه گزینه هم اینجا داریم به نام فیس سویچ، من رو اینم کلیک میکنم. ببینید ما از اینجا میتونیم یه عکسی رو وارد این هوش مصنوعی بکنیم. خب من از این قسمت یه دونه عکس واقعی خود جک رو، دیکاپریو رو اینجا وارد میکنم و دکمه اپلای رو میزنم. بلافاصله ریجنریت میکنه با توجه به خصوصیات تصویر اون عکس. این رو دقت بکنید، فرم صورت کاراکتر ما هم الان تغییر کرد با توجه به اون عکسی که ما بهش دادیم. پس اگر بخواید از این هم میتونید استفاده بکنید. اگر هم خواستید کاراکتر جدیدی رو اضافه بکنید روی این گزینه اد کاراکتر کلیک میکنید. خب بعد از اینکه تغییراتمون رو دادیم و کاراکترهامون رو انتخاب کردیم، دکمه نکس رو میزنیم وارد صفحه بعد بشه. اینجا ممکنه یه مقداری طول بکشه، داستان ما رو ریویو میکنه، سکانس بندی میکنه و اینطور در اختیار ما میذاره. باید داستانتون رو بخونید و اگر تغییری خواستید بدید روی گزینه ادیت کلیک میکنید و تغییرتون رو میدید. در غیر این صورت استارت رو میزنید و میره که ساخت عکسش رو برای ما شروع بکنه. اینجا ممکنه یه ذره هم باز اینجا هم طول بکشه، ولی زیاد نیست، شاید یک دقیقه، شاید هم کمتر. خب همونطور که میبینید عکسای ما رو ساخت در سکانس های مختلف. باید این سکانس های پایین رو هم دونه بدونه عکساش رو جنریت بکنیم و ویدیوامون رو بسازیم. خب روی این سکانس اولمون چک میکنیم، ببینید از همین ابتدای کار از کشتی شروع کرده روی عرشه و شخصیت ها رو اوورده دونه بدونه و ما میتونیم اینجا ببینیم مثلا این عکس عکس خوبی هستش، این عکس عکس خوبی هستش، صحنه جذابی رو ساخته و همطور که میبینید خیلی المان‌ها رو توی تصویر رعایت کرده. خب الان ما عکسامون رو داریم خیلی راحت. من یه توضیح هم البته در رابطه با عکس‌ها بدم. ببینید اینجا یه دکمه تولز داریم، من روش کلیک میکنم و 4 تا گزینه رو به من میده. اولین گزینه، گزینه فیس اکسپریشن هستش، روش کلیک میکنم، وارد این صفحه میشه. ما اینجا میتونیم روی کاراکترمون هم جداگونه کار کنیم و یه سری ادیتا رو انجام بدیم. ببینید دقت بکنید، اینجا من بر رو بزنم شما بهتر ببینید. ببینید به چهره کاراکترمون دقت بکنید. اینجا حالت های مختلف رو ما میتونیم به چهره کاراکترمون بدیم. حالت سورپرایز رو داریم، حالت عصبانی رو داریم، حالت های مختلف اینجا هستش، در حال خنده و لبخند، و ما میتونیم خیلی راحت کاراکترمون رو حالت هاشو تغییر بدیم. مثلا من روی سورپرایز کلیک میکنم و همونطور که میبینید چهره کاراکتر ما رو به صورت سورپرایز شده تغییرش میده. یا حالت های مختلف، انگری داره، لبخند داره، الان این به حالت خنده است، حالت بغلی، حالت اسمایلینگ، حالت لبخند هستش. و همونطور که میبینید ما میتونیم اینجا روی چهره کاراکترمون هم جداگونه کار بکنیم. این پایین تر همین کار، ببینید این پایین هم ببینید این قسمت رو، اینجا ما یه سری اهرم داریم که به صورت ورتیکال یا عمودی و افقی و به صورت حالت در واقع زاویه دار ما میتونیم گردن کاراکترمون رو هم تغییر بدیم. مثلا الان من میخوام سرش رو یه مقداری بیارم بالاتر، این رو میکشم یه مقداری جلوتر و همونطور که میبینید سر سوژمون تغییر کرد و ما میتونیم همین تغییرات رو روی لب، چشم و ابروی سوژمون انجام بدیم. بعد از اینکه این تغییرات رو انجام دادید، اگر
خواستید نگهش دارید، اپلای رو میزنید، در غیر این صورت با این دکمه آندو میکنید، یک حرکت یک حرکت عقب برمیگرده و اگر هیچ کدوم هم نخواستید ریست رو میزنید و به طور کامل برمیگرده به حالت قبلی خودش. خب دکمه بک رو میزنم. خب توی قسمت تور سه تا گزینه دیگه داریم. جنراتیو فیل هستش که من روش کلیک میکنم، وارد این صفحه میشیم. مثلا یه حالت ذره بینی گرفته، مثلا ما الان میتونیم توی این حالت به تصویرمون یه سری المان ها هم اضافه بکنیم. مثلا من یه قسمتی رو این پایین مارک میکنم و اینجا مینویسم فلاور به عنوان مثال و جنراتش میکنیم و همونطور که میبینید یه گل رو به تصویر ما اضافه کرد. این رو کنسل میکنم، پس ما به عکسامون هم میتونیم یه سری تصاویر رو اضافه بکنیم. دوباره برمیگردیم این قسمت تولز. گزینه سوم ریموف آبجکت هستش که دوباره همین صفحه میاد که ما میتونیم با کمک این ریموف آبجکت یک بخشی رو اون از تصویر رو که نمیخوایم اون قسمت رو پاک بکنیم. همونطور که دیدید اون قسمت از کشتی پاک شد، این رو هم من کنسل میکنم، پس ما میتونیم عکسمون رو هم به صورت جزئی حتی ادیت بکنیم. این قسمت بالا هم یه دونه استوربورد داریم و یه دونه موشن ادیتور که اگه روش کلیک بکنیم این عکسامون رو به صورت بزرگ و جزئی ببینیم و بررسی بکنیم. خب برمیگردم قسمت استوربورد. خب بعد از اینکه عکس‌های مورد نظرمون رو دانلود کردیم، الان ما نیاز داریم که عکس‌هامون رو تبدیل به انیمیشن بکنیم. ببینید برای ساختن انیمیشن اول باید به عکس مورد نظرمون برسیم، بعد اون عکس هستش که متحرکش میکنیم. بچه‌ها اگر تا اینجا ویدیو براتون مفید بوده حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، اگر ویدیو رو هم دوست داشتید لطفا ویدیو رو لایک کنید و از این طریق از من حمایت میکنید. من تمام این سایت هایی رو هم که الان ازشون استفاده میکنم لینکش رو در قسمت دیسکریپشن براتون میذارم که خیلی راحت تنها با یک کلیک بتونید وارد این سایت ها بشید. خب الان ما نیاز داریم که این عکس هایی رو که ساختیم و دانلود کردیم تبدیلش بکنیم به ویدیو. خب بریم یه عکس دیگه استفاده بکنیم که همش هم روی یه دونه عکس نبوده باشه. خب من فکر میکنم این عکس مناسبی هستش. روی این سه تا نقطه کلیک میکنم و دکمه دانلود رو میزنم و وارد سایت هوش مصنوعی پیکسورز میشم. به محض ورود با همچین صفحه مواجه میشید و وقت نیاز دارید با یک اکانت جیمیل ساین اپ بکنید که 105 تا بهتون کردیت رایگان میده. این قسمت پایین یه سری توضیحات داره. اینجا رو دقت بکنید، نوشته شده ایمیج اور تکست. این یکی از قوی ترین و پرسرعت ترین هوش‌های مصنوعی هستش که باهاش میتونید کار بکنید، خیلی ازش استفاده بکنید، خیلی امکانات بالایی داره و فوق العاده سرعتش بالاست. الان برای ساخت ویدیو میبینیم. خب این قسمت ایمیج اور تکست هستش که ما از اینجا میتونیم متن یا عکسمون رو بهش تصویر حرکت بدیم و باش فیلممون رو بسازیم. این قسمت اسپیچ ما میتونیم لیپسینک بکنیم که جلوتر باش کار خواهیم کرد. این 5 ثانیه اینجا داریم که مربوط به دیوریشن هستش که ما میتونیم 5 ثانیه و 8 ثانیه ویدیوامون رو بسازیم. روی این عکس کلیک میکنیم و اون عکسی رو که الان دانلود کردیم رو آپلود میکنیم. خب این قسمت سمت راست جایی هستش که باید پرامپتمون رو بنویسیم. برای پرامپت برمیگردیم به همین سایت ltx.studio و این پرامپتی که این پایین نوشته رو از همینجا کپی میکنیم که بر اساس داستانمون باشه. اون رو هم میاریم اینجا پیست میکنیم و دکمه کریت رو میزنیم و 30 تا از کریدیت هامون رو برای ساختن یک ویدیو 5 ثانیه‌ای کم میکنه. فقط دقت بکنید چقدر سریع این ویدیو رو الان برامون این انیمیشن رو در واقع میسازه. همونطور که میبینید سرعتش خیلی بالا، سایت دیگه شاید همین رو بخوام بسازن 4-5 دقیقه طول بکشه. من تصویر رو بزرگ میکنم کیفیت کار رو ببینید، حرکت دست ها، پوشش، نوع مو، چشم ابروها واقعا خیلی خوب میسازه و در ساخت هم فیلم هم انیمیشن فوق العاده است این سایت و سعی بکنید ازش خیلی استفاده بکنید. خب این رو من برمیگردم از این قسمت. خب دوباره برمیگردیم به چت جی پی تی. من یه چیز رو هم اینجا نشونتون بدم. ببینید همین پرامپتی رو که از اینجا برداشتیم، همین الان کپی کردیم، این رو حتما کپی داشته باشید. میام توی چت جی پی تی این قسمت پایین این پرامپت رو پیست میکنیم و اینجا من بهش گفتم که متن صحبت این شخصیت من رو توی این پرامپت برای 5 ثانیه به من بده. ما خب یه ویدیو 5 ثانیه‌ای ساختیم دیگه. این رو هم یه خط میام پایین و اون نوشته فارسی من اینجا پیست میکنم و جنریت میکنم. خیلی سریع الان متن صحبت این کرکتر رو به من میگه بر اساس اون چیزی که بود، این متن رو به من داد. حالا ما میخوایم این رو تبدیل به صدا بکنیم و بریم لیپسینگ هم انجام بدیم. برای تبدیل کردنش به صدا وارد سایت 11 Labs میشیم که یکی از بهترین سایت های
هوش مصنوعی هستش. این صفحه اولش هستش، روی Get Started Free کلیک میکنیم. باز هم اینجا شما نیاز دارید که با یه اکانت جیمیل حتما ساین اپ بکنید و خیلی راحت میتونید ازش استفاده بکنید. این قسمت پایینم نوشته شده Text to Speech، روش کلیک میکنم وارد این صفحه میشه. ببینید این قسمت سمت راست ما میتونیم کاراکترامون رو مشخص بکنیم که با چه صدایی باشه، میتونید صدا رو گوش بکنید، خیلی صدا داره. این قسمت های بالا هم هستش، حالا این روی مارک میذاریم بمونه. متنمون رو میارم اینجا پیست میکنم و فقط تنها کاری که نیاز دارید بکنید جنریت اسپیچ میکنید، بلافاصله این صدا رو براتون میسازه و همینجا میتونید گوش بکنید. اگر اون صدای مورد نظرتون نبود کار خاصی نکنید، فقط یه ریجنریت بکنید و مجددا یه صدا رو براتون میسازه. صدا رو هم اگر خواستید روی دکمه دانلود کلیک میکنید و از اینجا صدای مورد نظرتون رو بلافاصله دانلود میکنه. برمیگردیم به سایت پیکسورس. من فکر میکنم این رو ما فراموش کردیم مثلا دانلودش بکنیم، این رو هم برداریم. خب از این قسمت پایین هم ما میتونیم عکس ویدیومون رو به راحتی دانلود بکنیم و ازش استفاده بکنیم. خب بعد از اینکه صدا و تصویرمون رو دانلود کردیم از اینجا برمیگردم. ببینیم قسمت پایین روی گزینه اسپیچ کلیک میکنیم برای لیپ سینکمون. خب روی این قسمت ویدیومون رو کلیک میکنیم، از قسمت لوکال فایل ویدیومون رو که الان تو فولدر دانلودامون هستش این رو آپلود میکنیم و از این قسمت آپلود آودیو اون صدایی رو هم که دانلود کردیم اون رو هم وارد میکنیم و منتظر میمونیم تا آپلود بشه. خب همونطور که میبینید برای کرییت کردن 45 تا کردیت ازمون کم میکنه، روی دکمه کرییت کلیک میکنیم و منتظر میمونیم تا کار لیپ سینک رو انجام بده. باز هم خیلی سریع این کار رو انجام میده. بچه یه فرق اینجا هستش بین کلینگ ای آی و این سایت پیکسورس و اون این هستش که برای پیکسورس همونطور که دیدید 45 تا کردیت کم میکنه. من در رابطه با کلینگ ای آی توی ویدیوهای قبلی به طور کامل توضیح دادم اون خیلی کردیت رو کم، برای لیپسینگ خیلی کردیت کمی رو مصرف میکنه و میتونید با 5 کردیت این رو ویدیوتون رو لیپسینگ بکنید. روش کلیک میکنم. The ocean so endless so free. The ocean so endless so free. دقت بکنید به حرکت لبها. واقعا لیپسینک رو هم خیلی خوب و قدرتمند انجام داد و به همین راحتی شما میتونید انیمیشناتون رو بسازید. بعد عکساتون رو دانلود بکنید، بهش حرکت بدید، تبدیل به ویدیوش بکنید و یه کار لیپسینک رو انجام بدید و همه اینا رو هم میتونید واقعا تو 5 دقیقه 10 دقیقه وقت انجام بدید و این میشه نتیجه کار. The ocean, so endless, so free.